خوشحالم که جز اولین تیم ها بودیم که صعود کردیم و بازی هم که بازی قبلی رو ما آنالیز کردیم با آماری که در آوردیم آمار بسیار خوبی بوده و ما تونستیم نزدیک 510 تا پاس، مالکیت نزدیک 70 و فکر میکنم تنها بازی هایی تو این تورنمنت بوده، دو تا بازی بوده که تیما زیر 100 تا پاس دادن پاس صحیح، یکیش هنگ کنگ و ایران بوده که تیم ما اجازه نداده تیم هنگ کنگ حتی به 100 تا پاس صحیح هم برس. اگه آقای کمانگری آمار اشتباه میگم شما تصدیق کن. اینکه تیم بعد بازی کنه با اینکه تیم گل نزنه دو تا معقوله جداست. به زعم من ما جلو هنگ کنگ که بازی‌های خوبمون رو انجام دادیم، من نمیگم، آمار میگه. شما وقتی که میخواهید یه مربی انتخاب کنید، یه نیرو انتخاب کنید، رجوع به آمار میکنید دیگه، آمار با شما حرف میزنه دیگه. وقتی آمار ما از افسی گرفتیم آمار بسیار خوبی بوده. دو تا ما بازی قبلی ایراد داشتیم، یکی این که توی بعضی از مواقع پاس‌های ساده رو لو می‌دادیم، یکی هم که کلاً دو تا خطر اومده رو دروازه ما بر اساس کار تاکتیکی حریف نبوده، بر اساس اشتباهات فردی، یکیش هم بدشانسی بوده. یعنی آقای روزبه چشمی اومده پاس بده وسط راه خورده شده مثلا ایجاد خطر، یکی هم میلاد ما. به زعم من ما بازی قبلی رو خیلی خوب بازی کردیم ولی توقعمون این بودش که موقعیت‌ها استفاده کنیم، چون بازی‌های مراحل حساس‌تر انقدر ایجاد موقعیت شاید به وجود نیاد. من بازیکنام تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدم و خیلی خوشحالیم که تو بازی دوم سه تا تیم بودیم که جزء صعودکننده ها بودیم و این گروه هم برخلاف خیلی ها که نظر داشتن گروه آسونیه، من اعتقاد دارم اگه فلسطین، هنگ کنگ تو هر گروه دیگه بودن حداقلش صعود میکردن به عنوان تیم سوم. اینو بازی ها داره نشون میده دیگه. شما وقتی بازی ها رو رصد کنی، آمار رو ببینی، کیفیت رو ببینی، گروه ایران جز گروه های سخت بوده. در رابطه با بازی فردا هم خب تقریبا یه بازی حساسیه، باز به یه نوعی بازی فینالگونه است، چرا که تقریبا سرگروهی مشخص میشه. از اون برم این بازی خب امیدهایی برای فلسطین هم داره و ما فردا با توجه به اینکه تا بازی بعدی استراحت بیشتری داریم با تمام قوا و نیرومون توانمون میریم و امیدواریم علاوه بر اینکه یه بازی خوب انجام میدیم یه نتیجه خوبم بگیریم. تیم امارات هم با تغییراتی که داشته، مربی جدید اومده، تو آمار الان وقتی میخواد صحبت کنه باید با آمار صحبت کنه، آمار نشون داده که پیشرفت خیلی خوبی داشتن در دو تا بازی گذشته، خب 4 امتیاز گرفتن و ما امیدواریم که بتونیم یه بازی انجام بدیم که هم دل مردم رو شاد کنیم، هم یه بازی با کیفیت باشه که حالا خود جریان بازی ببینیم چه اتفاقی خواهد افتادش. Thank you, Captain Ehsan. به نام خدا. سلام خدمت دوستان عزیز. خب خدا رو شکر بعد از دو بردی که به دست آوردیم شرایط تیممون خیلی خوبه و 100% آماده ایم برای بازی فردا. فردا با تیم خوب امارات بازی داریم، قطعا نقاط ضعف و قوتشون رو آنالیز میکنیم و انشالله که بتونیم از نقاط ضعفشون به خوبی استفاده کنیم و به گل برسیم و در آخر امیدوارم فردا یه بازی خیلی خوبی رو از هر دو تیم شاهد باشیم و همه هواداران از بازی لذت ببرن و انشالله که بتونیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم. و میخواستم در مورد بازی قبلیمون صحبت کنم در مقابل هنگ کنگ. خب
یه خورده کم لطفی های شده نسبت به بازی قبلی. خب خودمونم قبول داریم که تو ضربات آخر یه خورده کم دقت بودیم. همونجور که امیر خان گفتن ما نزدیک به 70% مالکیت توپ داشتیم، شرایطمون خیلی خوب بود، ولی خب رو ضربات آخر تو این دوتا مقصد، تو این دوتا بازی یکم کم دقت بودیم و تیمی که فکر میکنم حلوش 16 تا شوت زده باشیم به دروازه و این خب کار آسونی نبود و خب حالا میگم بازم کم لطفی ها شده و نسبت به این تیم و شرایط تیمون خیلی خوب بوده نسبت بازی قبلی، ولی خب سعی میکنیم که برای بازی فردا شرایطمون خیلی بهتر باشه و ایشالا که بتونیم سمتیاز بازی رو بگیریم. امیر خان خدمتون، خسته نباشید، میگم با آرزو موفقیت تو بازی فردا. علی‌رغم انتقادایی که به تیم ملی شد، ایران تنها تیم مورد انتقاد نبود و تو این چند روز، تو همین دوتا بازی اولی که همه تیم‌ها انجام دادن، تقریبا همه تیم‌های مدعی حداقل یک بازی مورد انتقاد داشتن، ضعیف بود. به نظر تو این به خاطر دیر اضافه شدن لژیونرهای تیم‌های مدعی ربط داره یا فشاری که روی این تیم‌ها باعث شده که چنین نمایشی داشته باشن؟ یه سوالم از آقا احسان داشتم. طبق آمار سایت اوپتا در مورد پاس‌های کلیدی تو بازی اول ما مقابل فلسطین بعد از سامان قدوس، شما بهترین بازیکن بودی. به نظر تو سطح آمادگی خوبی هستین، درسته؟ من خدمت شما عرض کنم، انتقاد که خیلی چیز خوبیه. انتقاد باعث پیشرفت میشه و باعث میشه که ما نقاط ضعفمون رو برطرف کنیم. ولی من الان خدمت شما آمار دادم. وقتی با این آمار یه تیم بازی میکنه، آیا به نظر شما باید انتقاد بشه؟ من از شما سوال میکنم، آمار الان ما خدمت شما عرض کردیم، آمار خوب بود یا بد بود؟ خوب دیگه. میگم ایراد داریم، نه اینکه نداشته باشی. ایراد اون این بوده که تو ضربات آخر بی‌دقت بودیم. ایراد این بوده که اون جلوی زمین خیلی توپای معمولی رو لو میدادیم. ولی وقتی با این آمار بازی میکنی و جزء تیمای اول صعود کننده هستی، انتقاد باید بشه، ولی اینکه تخریب بشه فرق میکنه. خب مثلا خیلی ها به ما انتقاد کردن چه در این تورنمنت اردن، الان 4 تا تیمی که تو تورنمنت اردن بودن چه جایگاهی داره؟ چرا رفتین تورنمنت کافا؟ خب دیروز قرقیزستان جلو عربستان یه چیزی داده 100 دقیقه 10 نفره، بعضن هم 9 نفره بود اگه اشتباه نکنم، ولی ما تو کشور خودشون جلو رئیس جمهورشون با کلی تماشاچی 5 تا زدیم، چقدر انتقاد شد؟ پس این تورنمنت حقانیت ما رو داره تو یه جایی ثابت میکنه. ما نمیگیم خوب 100% ایدال، خیلی ایراد هم داریم. ایراد ها ایشالله بازی به بازی بهتر خواهد شد. ولی دوستان ببین، شما بعد بازی قرقیزستان چه جشنی گرفتن سعودی ها؟ ولی مال ما حمله شد، به بازیکن ها حمله شد. این فرقا رو نگاه کنید، متوجه بشین که چه مسائلی هست. من میگم بله انتقاد باید بشه. اینکه لژیونرها دیر اضافه شدن، نه اتفاقا لژیونرهای ما به غیر از سردار همشون ازشون ممنونیم. یه توضیح بدم، شما بهتر از من میدونید، خیلی هاشون بازی باشگاهی داشتن، حتی دربی داشت، مثلا یکیش خود آقای احسان یا مهدی طارمی و و و خیلی هاش، ولی اومدن در کنار تیم ملی بودن و دارن به تیم ملی هم همشون، چه بازیکنان لیگ چه داخلی، با همه توانشون دارن بازی میکنن. من میگم یه مقدار تجزیه و تحلیل منصفانه داشته باشه. اینکه بعد بازی، من اصلا جزء مربیای هستم، تو باشگاهم دیدین خیلی بازی ها رو بردم و گفتم راضی نیست. ولی وقتی آمار رو دیدیم، بازی رو ما نشستیم چندین بار دیدیم، دیدیم بازیکنامون بد نبودن. فقط اگه مثلا گلا رو می‌زدن شاید این سوالا برعکس می‌شد. ولی چش سعی می‌کنیم بازی به بازی بهتر بشیم. دیگه چیکار کنیم؟ باید بگیم چش دیگه. خب ما داخل تیم هیچ که به فکر عمل کرده فردی نیست و ما یک تیمیم
و خدا رو شکر همه بازیکن ها، ما 26 تا بازیکن آماده داریم و همه برای بازی ها آماده هستن و هیچکی به فکر، میگم که به عملکرد فردی فکر نمی کنه، حالا چه پاس بیشتری بده، چه برای آقای گولی، چه کسی که حالا کلینشیت بکنه، ما فقط به موفقیت تیم فکر میکنیم و هممون یه هدف داریم، اونم موفقیت تیمه و الان دو تا فینال رو پشت سر گذاشتیم و فردا آماده ایم برای فینال بعدی، انشالله که بتونیم در آخر اون هدفی که داریم رو به اون هدف برسیم. مرسی. من تکمیل صحبت‌های آقای هایصفی، یقیناً عملکرد فردی فنی بازیکنان باید تو بهترین کیفیت باشه، یعنی این بازیکنان علاوه بر این که به فکر تیم هستن، چه نظر فنی چه نظر مسائل دیگه، یقیناً خودشون هم میدونن که از نظر فردی هم باید بالاترین کیفیت رو داشته باشه، همونجور که شما فرمودید. ولی بازم میدیدی که خیلی موقع رو لیستی که ما میدادیم، مثلا رو خود آقای هایصفی هم انتقاد میکنم، ولی باز عمل کردی بازی قبلش نشون داد که تقریبا انتخابای ما درست بود. سلام علیکم و رحمت الله. می‌پرسن که آقای روبرتو مانچینی سرمربی تیم ملی عربستان دیروز اعلام کردن که ایران در بین یکی از بهترین تیم‌های آسیا است، یکی از شانس‌های اصلی قهرمانی در این تورنمنت، و همچنین عملکرد آقای امیر قلعه‌نویی رو در تیم ملی مورد ستایش قرار دادن. شما چه نظری در رابطه با این صحبت‌های آقای مانچینی دارید؟ من تشکر می‌کنم از آقای مانچینی، ولی این تعریفش باعث میشه تو ایران دشمنای زیادی پیدا کنه. I want to say thank you to Mr. Mancini, but I think that this kind of beautiful words that Mr. Mancini said us, which will probably create some more enemies in Iran for me. خب یقیناً آقای مانچینی تقریباً از نظر سنی هم دوره ما، بازی‌های خوب ایشون رو چه زمان بازیگری چه در زمان مربیگریش، چه بازی با عمان رو که ما دیدیم، چون من بازی عمان عربستان هم تیمش رو تقریبا جوان کرده، یه تیم سرعتی بسیار خوبی درست کرده، چهره‌های خیلی خوبی درست کرده، یقینا تیم عربستان هم یه تیم بسیار خوبیه که این تیم هم یکی از شانس‌های قهرمانیه و از ایشون باز دوباره تشکر میکنم و امیدواریم که کشورهای همسایه خلیج فارس، من جمله رابطه ایران و عربستان، یه رابطه برادرگونانه بشه که همه بتونیم در صلح و آرامش و آسایش از فوتبال بازی کردن لذت ببریم. من شاید یه بحثی گفتم از همه لژیونرا راضی هم جز نه، خواهم بگم جز سردار که به ما دیر رسید، اونم به خاطر سری مشکلات قراردادی شد، شاید اینو من تصدیق کنم. بعد آقای قلعه‌نویی خسته نباشه، میگم خدمتتون، تو این دو تا بازی مسئله که برای تیم ملی پیش اومد بحث بازیکنایی بود که مصدوم شدن، ما 4 یا 5 بازیکن رو مصدوم داشتیم تو این دو تا بازی، وضعیتشون چطوره؟ الان به بازی امارات میرسن این بچه‌ای که مصدوم شدن، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، شجاع خلیل‌زاده و مجید حسینی، و چقدر امیدواری که دیگه مصدوم نشن بازیکنام. من خدمت شما عرض کنم که خب مصدومیت جزی از مسابقه و تمرینه دیگه، شما تیمای دیگه هم مصدومای زیادی دادن، ولی ما قبل اینکه وارد تورنمنت بشیم از دو سه تا تیم یه مقدار احساس نگرانی کردیم که سپاهان و پرسپولیس بود که بازی فشرده ای رو انجام میدادن و ما این برنامه ریزی رو چه در تمرینات چه در مسابقات دوستانه ای که داشتیم انجام دادیم، ولی خوشبختانه جا داره که تیم پزشکیمون تشکر کنیم که فکر میکنم به غیر از مجید حسینی بقیه بازیکن ها آماده مسابقه هستن، مسئولیتشون برطرف شده، ولی مسئولیت هم جز هم تمرینه هم بازیه که تیمای دیگه هم این مشکل رو داره. سلام، عرض ادب دارم، وقتتون بخیر. یه ذره من روز گذشته شاهدیم که در مورد خصوصی ترین جلساتی که شما برگزار کردین
تو صدا و سیما دارن صحبت میکنن. چی شده؟ در مورد خصوصی در این صحبت هایی که شما تو جلسات انجام دادیم با مربیان تیم ملی، در مورد شکلشون، شکل بازی، شکل حضورشون تو تیم و این مسائلی که در طول تورنمنت ما سابقه نداشتیم و اصلا سراغ نداشتیم این مسائلی که الان مطرح میشه. فکر نمی کنیم به تیم ضربه میزنه تو این چند روز گذشته؟ صحبت های زیادی شد از شما، خواستی که عذرخواهی کنید روزی که صعود کردیم و بردیم تیم. و من قسمت اول سوال متوجه نشدم در رابطه با چه مربی ها؟ صحبت های در مورد جلسات خصوصی شما انجام شده در مورد مسئول فنی. آها، یعنی مطالبش اومده بیرون؟ بعد 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 و این مسئول از همکاران سابقه تو آقای من و این سابقه نداشته این مسئله آقای من مثلا نظرتون رو به من راستش مطلب خود نظر خاصی ندارم که حالا چون واقعا هم الان دارم میشنوم که چی و اینو. بالاخره آدم ها حق دارن نظرشون رو بگم. حالا من میگم زیاد متوجه نشدم، حالا منظورتون اگه واضح تر بگی من بیشتر متوجه میشم. ولی به هر حال آدم تو یه مجموعه که کار میکنه اخبار اون مجموعه باید به عنوان امانت بمونه. حالا بعضا اومده اونم شاید در روی خیرخواهی بوده این مطالب رو گفته. من اگه اسم بیادید واضح تر صحبت میکنم. اینا جا آقای عزیزی، خب آقای عزیزی خب چندی ما کنار ما بوده، من دوستش دارم، به زعم من میتونست یکم مربی های خوب ایران بشه. بازم میگم تو انتخاباتش اشتباه کرده بود تیمایی که چیز بوده. حالا اگه اومده جلسات فنی رو گفته، حالا حتما برای خوش دلیل داشته دیگه. من خواهشم اینه که خودشون بپرسید. ولی آقای خداداد عزیزی بعدش به من زنگ زد بعد اون مصاحبه که حالا من نمیخوام چه بگم چه سو چون صحبت هم امانت که چه، ولی الان بالاخره داره میره نظراتشو میگه، نظراتش هم برای ما قابل احترامه. حالا مسائل خصوصی جلسه رو گفته رو من خودش بپرسید. یه بحث دیگه هم هستش، خب مسائل فنی، مسائل ببخشید امنیتی که نیست که، شاید ایشون خواسته اون نگرش کادر فنی رو بگه این به زعم من این چیز بدی نمیتونه باشه، خواسته بگه مثلا افکار قلعه‌نویی و کادر فنی در تیم ملی این مدلیه، این فکر میکنم چیز بدی باشه. اتفاقا میتونه بگه افکار و نگرش ما رو نشون بده که چه نگرشی داریم. من خورده نمیگیرم که حالا گفته دیگه، اشکالی هم نداره. سلام خدمت همه عزیزان، همچنین آقای قلنوی، آقای ارسفی، ربیزاده هستم از سایت کاپیتان. آقای قلنوی شما در صحبتاتون فرمایش کردید خب تیم ملیمون حالا اگر بگذاریم بحث‌های ریز فنی نتیجه خوبی گرفته، جزء معدود مدعیانی بوده که 6 امتیاز رو گرفته و صعود کرده و الان هم توی چنین تورنمنت هایی طبیعتاً برد مهمه، یعنی خیلی ما نباید ریز بشیم تو تعداد پاس و حالا چند تا موقعیتونه، طبیعتاً از موقعیت‌ها باید بر اساس فهم شما استفاده کنیم. به نوعی میشه گفت کار تیم ملی ما به عنوان یکی از مدعیان البته از مرحله حذفی شروع میشه. شما چه برنامه‌ریزی دارید که انشاءالله تو مرحله حذفی هم بتونید حواشی و موضوعات حاشیه‌ای تیم رو مثل همین نقدهایی که عموما شاید خیرخواهانه نباشه اینها رو در واقع مدیریت کنید تا تیم بتونه، بازیکنان بتونن با یه آرامش بیشتری به مصاف رقبای اصلیشون برن و انشاءالله تو اون بازی‌های حذفی نتیجه کسب بشه و تیم تا مرحله فینال انشاءالله پیش بره؟ من خدمت شما عرض کنم سه تا مقوله است. یکی این که شما چجوری وارد مسابقات بشی، با چه آمادگی، چه نوع بازیایی، که من فکر میکنم حالا ما ایدئال وارد نشدیم، ما خب توقعمون این بود که، ولی باز از فدراسیون، از آقای تاج و بقیه دوستان نهایت تشکر رو میکنم که با توجه به شرایطی که بود، حالا لزومن نباید اینجا باز بشه، ما راضی بودیم. این یه بحث، یه بحث روحی روانی و تمرکز تیمیه، یه بحث فنی هم هستش. خب به هر حال وقتی نقدای غیر منصفانه میشه ترکشاش تا یه حدودی میاد، ولی من سعی میکنم بازیکنامو
از نظر تیمی و رفتاری یه دل کنن. مهم اینه که شما بازیکنات یه دل باشن، یعنی وقتی این انسجام تیمی چه داخل زمین چه بیرون زمین باشه شما زیاد دغدغه‌ای نخواهید داشت. من فکر میکنم بازیکنهای ما به این مهم رسیدن که چه شرایط حساسی دارن، چه شرایط سختی دارن و خودشون مخصوصا بزرگای تیم دارن تلاش میکنن یک پارچگی رو حفظ کنن. ولی من خدمت شما عرض کنم، فوتبال دیگه، بالاخره کسی هم، من روز اولم قول قهرمانی ندادم، همین الان هم اعلام میکنم هیچ تیمی، الان همه این تیمایی که مدعی هستن از مربیاشون بپرسین شونشو نمیان بگم ما قول قهرمانی میدیم، همه میگن ما بازی به بازی میریم چلو. ولی ما برنامه ریزی که کردیم بازی با بورکینافاسو که سعی کردیم بازیکنامون رو 45 دقیقه بازی بدیم، برای این بازی‌های جام حذفی بود که بتونیم از نظر بدنی بازیکنامون رو تو مراحل بازی‌های حذفی تو شرایط ایدئالی قرار بدیم. و واقعا هم جا داره که از همکارام تشکر کنم، بسیار همکارای خیلی خوبی داریم ما، چه تو بخش فنی چه تو بخش آنالیز، و تیم پشتیبانیمون هم باید واقعا تشکر کنیم که همه دارن نهایت تلاش رو میکنن و ما فکر میکنیم تو مراحل حذفی از نظر بدنی شرایط بهتری خواهیم داشت.